رئیس جمهور کرزایی در نشست خبری در کابل بانک امضای پیمان راهبردی با آمریکا را در شرایط کنونی به سود افغانستان دانسته تأکید کرد. پس از امضای این سند حکومت افغانستان به نهادهای زیردخل مسئولیت دارند تا از حریم شخصی تمام شهروندان کشور محافظت کنند. پس امروز خطاب ما به دولت افغانستان است، به حکومت افغانستان است، به او ادارات افغانستان است که مسئولیت این کار به عهده دارند و اونا از بالاترین مرجع تا پایینترین مرجع به تمام معنا حاکمیت ملی افغانستان در نظر گرفته و حقوق مردم افغانستان، حریم شخصی خانه های مردم افغانستان از هر نوع تجاوز مسئول بدارن، از تجاوز تروریسم و از تجاوزی که به نام مجادله علیه تروریسم میشه. از سوی آقای کرزایی میگوید امریکا تعهد کرده که تا 10 سال آینده تلاش های جدی را برای تقویت اقتصادی کشور انجام دهد. آقای کرزایی گفت پس از سال 2014 میلادی نیروهای بین المللی از سوستای کشور بیرون شده تا زمان امریکا در مبارزه بر ضد حراست‌گری پیروز نخواهد شد که بلانه های اصلی تروریسم توجه نکنند. خواستار ازی هستیم که در جریان پروسه انتقال هر چی زودتر قوت های خارجی از دهات افغانستان جمع شوند و بیان به مراکز نظامی. پس با این تفکیک ما در این مجادله شریک هستیم که دهات افغانستان، خانه های مردم افغانستان جای مجادله علیه تروریسم نیست. امریکا در صورت موافق میشه و ناتو در صورت موافق میشه که جنگ علیه تروریسم، مبارزه علیه تروریسم در لانه های تروریسم بکنه، نه در دهات افغانستان که ما مانعی ازی هستیم و نمیگذاریم. و همچنان مدعی شده امریکا تعهد کرده تا زمانی که نیروهای امنیتی توانایی دفاع از تهدیدات داخلی و خارجی را به دست نیاورند این کشور را تنها نخواهند گذاشت. دو اردوی ملی سره، دو پلیس سره، ابد امنیت ملی سره داسې مرسته کوي چې دا قواوې د دې جوګه سي د دې توان پیدا کړي چې د خپلې خاورې دفاع مستقلانه وکړای سي او د داخلي او خارجي تهدیداتو په مقابل کې وکړای سي. با این همه آمده کرزای امضای سند همکاری های امنیتی و نظامی با ایالات متحده را پیچیده خوانده بر امضای آن تا 1 سال دیگر تاکید کرد. چه ده هغه امنیتی قرارداد پا اساس با از مج او ده امریکی ترمنز ده 2004 لسخه تر 2003 پوری امنیتی نظامی رابطه تنظیم کیش. ده با تر دغ مذاکره چه وست بوکره لا دیر مشکل مذاکره ای. در امینال رئیس جمهور کشور علاوه کرد در تغییر نظام تصمیم شهروندان کشور لازمی بودن، نه کانگرس امریکا و برخی کشورهای خارجی. تغییر نظام حکومتی در افغانستان یه باید یک فیصله افغانی باشه، یه نمیتونه که در مجلس با سناتورهای امریکایی شا یا کانگرسمنهای امریکایی شا و یا هیچ خارجی دیگه شا. به می دلیل هم اگر متوجه شده باشین در این سند ما یک نقطه مهم دیگر هم گنجانیدیم که در انتخابات افغانستان مداخله خارجی نباشه اگر خوانده باشین. آقای کرزایی همچنان گفتگوهای صلح با نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را مؤثر خوانده است پیشرفت‌های چشمگیر در این مورد خبر داد. آقای اینجلا صاحب حکمتیار ما مذاکره داشتیم، نماینده های شان آمده بودن، مذاکره بسیار مفید داشتیم، با دستاورد داشتیم، اونا دیدگاه های ما را گرفتن و از جریان مذاکره ما با آمریکا مونا خبر دارن. به تفصیل با امرایشان صحبت کردیم و گفتیم که ما چی میخواییم و اونا چی میخواین. اینا را گرفتن پس با امرای بزرگای خود مشوره میکنن و بر میگردن و امیدوار استیم که مذاکره هر جزتر به نتیجه نهایی خود برسه. رئیس جمهور کشور بار دیگر با استفاده از پاشه برادر از طالبان خواست تا دست از جنگ برداشته و بروند صلح بپیمندن.